مایکروسافت میگه که جمهوری اسلامی بعد از حملات 7 اکتبر حماس با استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و هماهنگ کردن گروه‌های هکریش کارزار گسترده‌ای از حملات سایبری و عملیات نفوذ علیه اسرائیل و شماری از کشورهای دیگه به راه انداخته. مایکروسافت درباره فعالیت گروه‌های هکری ایران بعد از حمله 7 اکتبر نوشته حملات اولیه بی‌نظم ناهماهنگ بودند و تهران بیشتر به دنبال بزرگنمایی حملات بود تا تاثیرگذاری اون، اما به تدریج و با افزایش تعداد گروه‌های هکری ایران این عملیات هماهنگ‌تر و حملات تاثیرگذارتر و روش‌ها پیشرفته‌تر شدند. در یک مورد حدود 2 ماه پیش هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی با حمله به برخی سرویس‌های پخش تلویزیونی از جمله در امارات متحده عربی از مجری تولید شده با هوش مصنوعی استفاده و اخبار جعلی پخش کردند. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم با ماست. خانم تحویلی، به نظر میاد که اونقدر کارآمد بودن که حتی مایکروسافت رو هم به واکنش برانگیخته. خب در واقع مایکروسافت داره در مورد گزارشی صحبت میکنه، در مورد پروژه‌ای صحبت میکنه که 2 تا نهاد امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، از 7 اکتبر شروع کردن، اجرا کردن و هنوز هم ادامه داره. در واقع در گزارش مایکروسافت به این اشاره میشه که این پروژه در 3 فاز اصلی به شکل موازی با هم اجرا شده. یک قسمت که الان شما هم اشاره کردین پخش کردن اخبار گمراه کننده هست، یعنی استفاده از اطلاعاتی که واقعی هست، داستان‌هایی که واقعا اتفاق افتاده ولی نه توسط جمهوری می بوده و نه به الان رفت داره. مثلا قطع شدن برق یک پایگاه چند سال پیش اتفاق افتاده، اینها این خبر رو در آوردن و بعد یک گروه سایبری طراحی کردن و این رو به عنوان حمله به این پایگاه انتشار دادن در فضای مجازی. در قسمت فاز دوم که فاز میدانی حالا شاید میتونیم ازش نام ببریم، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی هست برای طراحی این سناریوهای سایبری و امنیتی. ببینید در تمام گزارش‌هایی که تا به حال اومده، وقتی که بحث هک کردن یک جا توسط جمهوری اسلامی هست، اطلاعات شخصی افراد بسیار چیزی بوده که مطلوب اونها بوده. قبلا هم در موردش گفتیم، داشتن یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات شخصی افراد، از اتفاقهایی که حالا در کشورهای مختلف افتاده، به اینها کمک کرده که این سناریوهای سایبری و امنیتی رو جوری طراحی کنن که برای همه باورپذیر باشه. مثلا گروه سایبری به اسم سربازان سلیمان که اصلا ممکنه وجود خارجی نداشته باشن، اینها به وجود آوردن، در فضای مجازی معرفی کردن، حتی در پلتفرم‌های رسمی در داخل کشور در ایران پخش شده و بعد ادعا کردن که دوربین‌های مداربسته یک پایگاه هوایی در اسرائیل رو هک کردن و عکس‌هاش هم نشون دادن. ولی تحقیقات مایکروسافت داره نشون میده که اون عکس‌ها در واقع یک متعلق به یک خیابون در شمال تل آویو پس از اون ربطی به اون پایگاه نداره. و این نشون میده که چطوری حالا با داشتن یک بانک اطلاعاتی قوی متاسفانه در طول چند سال گذشته که جمع‌آوری کردن و روش‌های هوش مصنوعی، حالا میتونن سناریوهایی رو طراحی کنن که هیچ وقت اتفاق نیفتاده اما بهشون کمک میکنه که به هر حال هم افکار عمومی رو به منحرف بکنن و هم قطبی سازی به وجود بیارن. حالا در این تصویر بزرگتر، این یکی از نگرانی‌ها اتفاقا در مورد این توسعه افسار گسیخته، اگه بشه توصیفش کرد، در هوش مصنوعی بوده که خیلی از بازیگران رو، از جمله بازیگران حکومتی مثل به خصوص حکومت‌های متخاصم مثل جمهوری اسلامی و کره شمالی رو، با ابزارهای جدیدی مجهز می‌کنه که می‌تونه بسیار خطرناک باشه در مواردی. درسته، ولی اون طرف دیگرش هم این هستش که میبینین به همون سرعت هم تشخیص داده میشه که این اخبار جعلی هستن، از خود روش‌های هوش مصنوعی استفاده میشه، مثلا از دیپ فیک هایی که استفاده میکنن برای اینکه یک ویدیوی جعلی درست بکنن. بهترین و سریع‌ترین راهی که میشه تشخیص داد این ویدیو جعلی هست، استفاده از خود هوش مصنوعی هست، برای اینکه میتونه ببینه آیا اصلا همچین اتفاقی در دنیا افتاده، آیا اصلا همچین شخصیتی وجود داره و بعد این میسمچی که حالا مثلا بین حرکت سر و بدن وجود داره در یک ویدیویی که ساخته هوش مصنوعی هست، خب به شکل دقیق‌تری توسط خود هوش مصنوعی میتونه تشخیص داده بشه. از شما سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم سوئد.